سلام، با برنامه بازگاه خوش آمدید. گسترش دایره جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه های تروریستی با یکی از بزرگترین چالش ها در افغانستان مبدل شده. تحرکات نیروهای دشمن در سراسر افغانستان بزرگترین پرسش ها را مطرح می کند. آیا رهبری جنگی افغانستان در برابر دشمن ضعیف است؟ آیا کشورهای بین المللی متحد افغانستان نمی تواند تروریست ها را در افغانستان سرکوب کند و یا هم نمی خواهد؟ آیا دوام وضعیت موجود افغانستان را به پرتگاه خطرناک سوق نمی دهد؟ در این حال 4 روز پس از حمله گروهی طالبان بر شهر فرا و ورود جنگجویان این گروه بر داخل شهر فرا، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی و جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به ولایت فرا رفتند و وضعیت امنیتی ولایت را به بررسی گرفتند. طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، در دیدار با مقامات محلی این ولایت گفت که جنگ فرا جنگ آب است و کشورهای منطقه بیشتر در قضایای امنیتی افغانستان دخیل هستند. در نهایت چرا افغانستان در برابر اقدامات گروه های تروریستی به این پیمانه ضعیف است؟ من امین بابک هستم و مهمانان ما خواهان دکتر محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس شورای افغانستان، آقای جنرال محمد راتمنش، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنین آقای محمد آگل مجاهد، تحلیلگر مسائل نظامی. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای راتمنش، آنچه را که امروز وزیر دفاع افغانستان گفت که جنگ فرا جنگ آب است و کشورهای منطقه را بیشتر در ناامنی افغانستان دخیل دانست، آیا واقعا این جنگ جنگ آب است و بیشتر کشورهای منطقه دخیل است؟ آنچه را که در حالی که والی فرارت کرده بود، مثلا نقش ایران، چند روز پیش ما شما هم بحث داشتیم، شما از نقش ایران بیشتر خوشبین بودین، اما زمانی که بحث آب مطرح میشه در فرا و بحث کشورهای منطقه میشه، دقیق همسایه‌های افغانستان مطرح مورد بحث قرار میگیره، آیا در جنگ فرا ایران نقش پررنگ بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب مجاهد صاحب و جناب آقای صدیقی و همه کسایی که ما را از شیشه تلویزیون شما می‌بینند. جنگ فرا یقینا جنگی هست که توسط استخبارات منطقه و تروریست‌های منطقه راه اندازی شده و همین اکنون هم تهدیداتی که متوجه افغانستان است از این قماش تهدیدات است. خب ما در مورد آبی که در سمت غرب هست فقط و فقط کافی است برای افغانستان. اگر ما فکر میکنیم که او جنگ را از اوجه، اگر ما بگوییم که جنگ آب است، ممکن هست که بعض کشورهایی که در این منافع دارند مسائلی داشته باشند، چنانچه وزیر خارجه ایران هم روی از این مسائل بحث کرد. ولی بهترش همیست که ما جنگ را بر اساس همو نرمهایی که آب را بر اساس همو نرمهایی که در کشورها و در قسمت مسائل حقوقی از اوست همو طور حل و فصل بکنیم. ما فکر میکنم که ایران در این موضوع میخواهی که با افغانستان یک سلسله مذاکرات را راه اندازی بکنه و بیترین راه هم همیست. جنگ راه علاج مناسبات از گونه های دیپلماتیک، سیاسی و مسائل اقتصادی نیست. یعنی شما میپذیرین آقای راتمنش که نقش کشورهای همسایه افغانستان در جنگ افغانستان پررنگ است و به این دلیل است که برخی موارد جنگ به بنبست میرسه؟ خب در کشورهای همسایه ما بعض گروه های و یا که افرادی هستند که به حساب مسائل تروریستی با استخبارات منطقه روابطی دارند و از این رابطه میخواهند که به همین شکل استفاده های بکنند و جنگ را در افغانستان زنده نگه دارند تا بتوانند از این منافع که در افغانستان اونها فکر میکنند چیزی برای خود برو بایند. و زیادتر آب ما به پاکستان میره و همچنان به کشورهای شمال افغانستان، یعنی همسایه‌هایی که ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان هم از آبهای افغانستان استفاده میکنن، ایران هم استفاده میکنه، پاکستان هم استفاده میکنه. ولی متاسفانه شما دیدین که خانه و یا لانه تروریست‌ها در پاکستان است و پاکستان زیادتر کوشش میکنه که از وضعیت افغانستان سوء استفاده بکنه. همین تروریست های هم که در فرا خود به استعمال گرفتن زیادتر از تحت استشاره
استخبارات پاکستان از ولایت برخلاف دیدگاه شما هم فعالین مدنی و برخی مقامات محلی در فرا گفتند که جنگ ایران بود و وزیر دفاع افغانستان هم تلبیه اشاره کرد که مسئله ببینید توریست ها ممکن است از هر کشوری باشند ولی ایران همکاری خود با توریست ها رد کرده و در این زمان شما می دانید که موضوع آب بین افغانستان و ایران به این حد نمیکشه که ما جنگ ها را سازماندهی بکنیم. ما در همه مسائل آقای راتمنه شما اظهارات رئیس جمهور ایران اگر توجه کرده باشین در مورد آب بله. نامه موقف گیری رسمی وزارت خارجه ایران اگر در مورد آب بله. به توجهتون رسیده باشه پس مسئله آب بر ایرانی ها یک خب. مسئله جدی است. بله مسئله جدی هست ولی در حد روابط دیپلماتیک و ای در مسائل حقوقی بین المللی کاملا جایگاه خاص داره آب که باید تا وقتی که ما میتوانند از آب استفاده بکنیم درست از جایگاه مشخص داره او را ما با شما میپذیریم اما ربطش با جنگ هم خیلی زیاد است. ببینید گروه های مختلفی در منطقه فعال هستند که همین گروه ها ممکن در ایران هم به نحوی از آنها هم ایران و هم افغانستان به چالش بکشند چنانچه شما خبر دارین ما هم در گپای خود همیشه گفتم که تروریزمی که در منطقه فعال است یعنی این تروریسم ممکن است در کشور تاجیکستان، در چین، در ازبکستان، در ایران، در پاکستان باشه. ولی تعلیم و تربیه از یه ها به خاطر به چالش کشیدن افغانستان متاسفانه توسط استخبارات میشه که ما همیشه از او رنج برده ایم. آقای صدیقی، از دید شما دلیلی که جنگ افغانستان با گذشت هر روز با بمب‌های کلان روبرو میشه شما مسئله فرار را شاهد هستین در برخی از ولایت دیگر افغانستان قدرت نمایی دشمن را شاهد هستین حتی در ولایت های هم جوار کابل میبینین که دشمن تا دروازه های کابل رسیده فکر میکنید که این جنگ بیشتر یک جنگ ای است که اینجا جنگ منطقه‌ای است و از کنترل دولت افغانستان بیرون است و یا هم واقعا قصد برای مدیریت جنگ در افغانستان وجود ندارد؟ عرض احترام میکنم به شما جنرال صاحب مجاهد صاحب بینده های تلویزیون خورشید برادران اگر ما متوجه شده باشیم در افغانستان جنگ بلکه منطقه نه بلکه فرا منطقه‌ای است جنگ در افغانستان مستقیما میدان نبرد افغانستان بین امریکا و بین روسا هستند ما هم پیمان هستند روسا جمع ایران جمع کسانی که با اونا هم پیمان هستند اونا میخوان که در افغانستان انتقام گیری بکنن قسمی که امریکایی ها در زمانش روسا را ورشکست ساختن در افغانستان توسط پیمانشان همین روزی است که امروز اونا میخوان که قدرت نمایی بکنن بناوین مختلف کشورهایی که در افغانستان با اونا همسایگی دارن اونا را حمایت بکنن در به نفع تروریسم البته تروریسم تمویل بکنن این مسائل ما است در پالی از اگر ما متوجه شده باشیم موضوع در افغانستان تنها مسئله آب نیست مسئله مواد مخدر در افغانستان مسئله احجار قیمتی در افغانستان افغانستان یگانه کشوری است که معادن دست‌نخورده دارد یعنی ما غنی هستیم یکانه کشوری که بیشترین سرمایه البته در او دفن است در بخش معادن افغانستان است آثار باستانی است این تمام مسائلی است که در افغانستان بناوین مختلف جنگ ما بیشتر مشاهده شدیم مسائل خیلی اساسی عمده است و در پالیو از او ما شادی از هستیم که بعضی کشورهایی است که نمیخوان که فلانی کشور در افغانستان دست دارن نباید که داشته باشد او باید او هم مداخله میکنن یعنی به این معنی که گفته میشد که اگر فلان کشور در افغانستان باشد ما هم بوده باشیم به عناوین مختلف اینجا اینا در حقیقت قدرت مایی خود کدر افغانستان گروه ها را به نفع خود میچرخونند در مسائل فرار اگر ما متوجه شده باشیم یک طرف مواد مخدر است که اونجا فوق العاده با ایران هم مرز است خود مافیای مواد مخدر اونا توانایی فوق العاده خیلی زیاد دارد که گروه هایی را دارند که اونا را تمویل میکنند به خاطر منافعشان مانند هلمند بعد از او اونا را هم تمویل میکنن هم به بادارای خود میدن هم خودشون به دست میارن و در پالوی از او که است در فراغ ما متوجه شده باشیم امارات متحده سرمایه گذاری کرده یک اندازه در سرحد افغانستان که جناب صاحب شاید از او مسئله است و ملت افغانستان موضوع را دقیق معلومات دارن اینجا به ایران نگرانی خیلی جدی است که امارات چطور در افغانستان در فرا سرمایه گذاری میکند علت اساسی است که ما بادا که ما را در حقیقت یک حلقه قرار میدهد که بناوین مختلف یک مسائل دیگه است و در پالی از او مسائلی است که ما ایرا اگر ما بگیم چنبوشی بکنیم که ایران در اینجا دخیل نیست ما فکر بکنم که یه از نگاه عرف دیپلماتیک شاید درست باشد که ما تا اندازه که اسناد و شواهد شاید کمتر ایراد بکنیم به خاطر که مناسبات خرابتر بیشتر نشود ولی اگر ما واقعا باید گفته شود او به این معنی است که
ایرانی ها کسانی هستند که امروز جوانه افغان ها را در سوریه به خاطر منافع خود اونا را جنگاندن، اونا را استعمال کردن. یعنی زمانی که بالای جوان ما با خاطر منافع خود در سوریه اونا را استعمال میکرد، پس در خاک ما امکان از این نیست، امکان از این خوب فوق العاده است. ما شاهد از این بودیم که ایرانی ها مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان مداخلات خود داشتن و دارن. نه تنها ایران، این یه مسئله است که روسا میتونه که همکاری خوب داشته باشه با ایران تمویل بکنند. حتی چین کشوری است که بیشتر، یعنی به این معنی که تمویل کننده ای است. شما بود منطقه جنگ افغانستان بیشتر پررنگ میبینید نسبت به ضعف‌های داخلی بله. افغانستان. و این موضوع خیلی اساسی هم است و در پالیادو در افغانستان اگر است که ما در جنگ ورشکست میباشیم، در حقیقت در هر قسمت افغانستان جنگ در حقیقت ناکامی نور امنیتی ما، ناکامی ناتو است، به خاطر که بودن از در افغانستان پیمان امنیتی ما با اونا پس چی سودی داشته؟ یعنی به این معنی که اونا این توانای خود نشان داده به ناتو و هم پیمانایش که امروز ما از شما کده موفق هستیم در افغانستان، باز به این معنی که ناتو باید شکست خود بپذیرد. این مسئله خیلی مسئله خیلی جدی است و در پالوی که مسئله ما بحث میکنیم باید مسائل درونی را هم در نظر داشته باشیم. متاسفانه در سکتور امنیتی ما همچنان نبود هماهنگی موجود است. این ما میپذیریم که فساد گسترده موجود است، هم در وزارت دفاع بخصوص وزارت داخله. این موضوع خیلی مسائل است. امروز پولای اپراتیوی که به مصرف میرسد این وظیفه چی است؟ امروز مسائل استخباراتی که زمانی که خوب ولاد حالت سقوط میباشد، پس چرا سکتور امنیتی ما مسائل استخباراتی اداره استخبارات چرا راپور دقیق به مرکز ندادن؟ اگر به مرکز دادن مرکز چرا اجرا نکردن؟ یعنی سوالی است که اینجا همه ملت افغانستان این را خوب صحیح دقیق به سوالی است که نتونست جواب خود حاصل بکنن. شما میبینین که دایره جنگ با گذشت هر روز گسترده میشه و تحرکات دشمن هم قویتر. بحث فرا از نمونه هایش است اخیراً. شما در برخی از ولسوالی های دیگر هم میبینین که دشمنان افغانستان گروه های تروریستی با تمامی قوت برای گرفتن برخی از جغرافیا جنگ میکنند. کل عامل شما برمیگردانین به عامل منطقه‌ای جنگ و یا هم یک بخش عمده از این مسئله برمیگرده به ضعف رهبری نیروهای امنیتی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب جنرال، جناب صدیقی سید بزرگوار ما و از طریق تلویزیون زیبای شما به تمام ملت باعزت افغانستان. ببینید جنگ افغانستان ما باید جنگ ساده فکر نکنید. این جنگ آیستا آیستا روان است به جنگ نیابتی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ. شما می‌بینید که ما هر روز قربانی جنگ نیابتی سعودی‌ها و عرب‌ها و ایرانی‌ها هستیم در افغانستان، قربانی جنگ نیابتی هندی‌ها و پاکستانی‌ها هستیم، قربانی جنگ نیابتی روس‌ها و چینایی‌ها و آمریکایی‌ها هستیم. اینو باید بپذیریم. علاوه‌تن جنگ افغانستان جنگی است که توسط یک عده کمپانی‌های بزرگ تولیدی که به پیمانه وسیع صادرات به افغانستان دارد و از این ناحیه عاید سرشار به کمپانی های از اونا میره، مثل کمپانی های پاکستان، مثل کمپانی های ایران و بعضی کمپانی های دیگی در سطح منطقه و فرا منطقه، اونا هم عاید سرشار میکنه. شما میبینید که هر سال ما با میلیارد ها دلار واردات از ایران داریم، با میلیارد ها دلار واردات از پاکستان داریم و از سایر کشورهای منطقه و دنیا. اگر افغانستان امن باشه، امنیت باشه، ثبات باشه، شما میدانید که ما با سمت ایران کار نداریم، شما میدانید که ما سیخ و گول و سمت پاکستان کار نداریم، ما پنیر خامه ایران و جرنگانه و خانه پاکستان باز کار نداریم. اینجا چون عاید بسیار بلند است، از این مدرک کمپانی های هستن تحت اداره علاقات استخباراتی سالانه میشینن، عواید خود هم میسنجن و یک مقدار پول میندازن و این باز خب به شبکه‌های تروریستی میدن. این درست است. جنگ بود منطقه بکن. جنگ قابل تایید از بحث ابعاد اقتصادی و ده ها مورد دیگر کسی هم قابل تایید است. اما در بخش مدیریت جنگ توسط خود افغان ها شما چقدر به این باور هستین که واقعا به شکل خیلی صادقانه عمل شده در مورد مدیریت جنگ بر علیه گروه های تروریستی در کشور؟ بدون شک ما باید بپذیریم. اولا خب ما باید سپاسگزاری بکنم از تمام نیروهای امنیتی افغانستان که حالا از سینای خود سپر می سازن. اما باید بپذیریم که ما ضعف هم داریم. با وجود که جنرال صاحب اینجا نشسته، یکی از سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور ما با احترامی که با اینا داریم،
ما ضعف هم در بعض جا در اداره داریم، یعنی در نیرو در مشکل ما نیست، ما در سوق اداره و رساندن کمک و تعبیه قوا انداز نظامی یک چیزی را به نام تعبیه قوا میگن، از این لحاظ ما مشکل داریم، مشکل باید بپذیریم. ما در فاریاب مشکل پیدا میکنیم، قوا را از کابل روان میکنیم. ما در فرا مشکل پیدا میکنیم، قوا را از کابل روان میکنیم. شما میدانید که تنظیم قوا روان کردن از تا فاریاب تا قطار بسته میشه، چه قروغنیات میخوره و چقدر عسکری ما زله میشه در راه، چند کمین میخوره تا که به فاریاب برسه، این 5 6 الی 8 روز در بر میگیره و بالاخره او فراد فاریاب او نقطه سقوط میکنه، یا بدخشان و کوهستان سقوط میکنه، یا در فرا با مشکل مواجه میشیم، بالاخره نیروهای دشمن در داخل شهر فرا میرسه. در اینجا مشکل در تعبیه قوا وجود داره. ما باید قوای امنیتی خود را طوری تنظیم بکنیم. من هم یک نظامی کوچک هستم و مدت زیادی را تقریبا 33 سال در این بخشا تیر کردیم. ما باید از قوای کم و زود برقاسا چه رقم استفاده بکنیم، یعنی بتانیم که قوا را طوری تعبیه بکنیم که اگر ما مشکل پیدا میکنیم در ولایت فرا، در مرکز فرا مشکل پیدا میشه، در یک ولسوالی از مرکز باید برش کمک شود. اگر در یعنی از دید شما مدیریت مشکل داره، بدون شک مشکل داره، باید به این رسیدگی صورت بگیره. ما امیدوار هستم که بزرگای نظامی ما که هستن اکثرا وفادار به این ملک هستن در این مورد توجه بکنن. مشکلی اساسی دیگه این است که ما هر روز تلف میتیم، مشکل مدیریت باید بپذیرن. ما در مدافع مشکل داریم، شما میبینید ولسوالیتان سقوط میکنند، صد ده نفر سربازتان شهید میشه، شما میبینید در غزنی 18 نفر جوانی وطن شهید میشه. در مدافع مشکل داری، نمیتونی مدافع درست بکنی، به خاطر از این مدافع مشکل داری که تو درست موازی مستحکم نداری، خندقای ارتباط درست نیست، سطر اخفای درست نداری، از پرسنل تا درست تعبیه نکرده ای در جایی که ضروری است، و بالاخره دشمن با یک انتحار و یک انفجار امو پوستی که امو اتاق تو که 10 نفر 15 نفر در استراحت است، از تو از قبل دشمن آگاهی داره، می او را انفجار میته و بالاخره تو تلفات میتی. در تعرض مشکل داری که نمیتونی درست تعرض بکنی و بالاخره جای به دست بیاری، 10 نفر تلف میتی. در عقب نشینی و در سقوط مشکل داری. بنابراین این مشکل برمیگرده به مدیریت. اینه باید بپذیرن که ما در حالت مدافع، ما یک مثال کوچکی میتم، در مدافع وقتی 50 نفر در یک جای مدافع است، حداقل 2000 نفر هم اگر سر دو حمله میکنه، باید او 10 روز خود نگاه کرده بتونه چه رقم باید مهمات خود ذخیره داشته باشه، چه رقم مواد حاشیه‌ای ذخیره داشته باشه و چه رقم مواد مستحکم داشته باشه که بتونه از اون نقطه دفاع بکنه. اما ما متاسفانه مشکل داریم وجود. بفرمایید در موردی که چرا رهبری جنگ افغانستان مشکل داره، چرا انوارا در برابر گروه های تروریستی نیروهای امنیتی با چالش روبرو میشه؟ ببینید جنگ و یا محاربه چی مشکلات داره، چرا این مشکلات به وجود میاره؟ ما در جغرافی افغانستان عموما سرک ها، احزار خندق ها توسط دشمنان، موجودیت مین ها در عرض راه، آب و هوا با جغرافی افغانستان و مشکلات منطقوی که در بین مردم دارای چی انحنات و رسم و رواجهایی هست و همچنان گپا و یا سخنهایی که مردم توسط افراد دهشت افغان به حیث سپر استفاده میشن، اینا همه مجموعه از مشکلاتی است که در افغانستان وجود داره و ما هم که جز جامعه افغانستان هستیم این مشکلات را از نزدیک ما حس میکنیم. قطع همونطور که جناب مجاهد صاحب گفتن، وقتی که از یک جای حرکت میکنه و جای دیگه جهت عملیات میره، همین مشکلات رو همه میبینه و همین باعث این میشه که گاهی در بعض موارد آسیب ها زیادتر میشه. مثلا در ولایت فرا، خب ما لیلای الحمد حالا قطعات ما در وزلجیش های هستند که عموما در محلاتی که تهدیدات متوجه میشه زود میرسند. مثلا در ولایت فرا ما از همسایش در شیندند استفاده کردیم و از همسایه دیگه در ولایت هلمند استفاده کردیم. قطعات کماندو اونجا آمدن و قطع خاص هم از قندهار اونجا رسید، ولی با وسایطی که ما اینا را در اونجا فرستادیم هوایی بود و رستی هم از نگاه قوای هوایی کمک ما مشکلات متعال مرفوع نشده.
خب به هر صورتش جنگ جنگ است، خود جنگ یک مشکل است و این مشکل در جامعه دست و پایگیر تمام مردم افغانستان است و ما هم این مشکلات را حس میکنیم. ولی وزارت دفاع کوششش همی هست که نمیتونه که با تمام ولسوالی های افغانستان حضور داشته باشه. همی بودن ما در وزلجهش های خاص در مناطق مختلفه از افغانستان و ایجاد تهدیدات در جایی که ما در اونجا نیستیم، امی هم یک مشکل است. به هر صورتش در هر جایی که تهدید و مشکلات به وجود آمده و یا به وجود می آید، نیروهای دفاعی افغانستان به اون منطقه خود می رسانند که از جمله می تانند شما ولسوالی طالب و برفک، ولسوالی بلچراغ، ولسوالی کوهستان، ولسوالی تشکان، بیفتل بالا و پایان و به همین شکل فرا، مناطقی از بادغیس، ولسوالی قادس و اطراف شهر فیروزکو. شما خبر دارین در این چند شب گذشته ولسوالی خاص و رزگان بسیار به تهدید بود، بعدا ولسوالی اجرستان، ولسوالی جغتو، زنخان و ولسوالی اندر ولایت غزنی زیر تهدیدات بود. ما هرچی که امکانات داریم ایره ما به کار میبندیم. درست که امکانات دارین، اما آنچه که بس مطرح شد یک چیز میپذیریم که نیروهای امنیتی افغانستان قربانی میتن، از وطن دفاع میکنن، در برابر دشمن میجنگن، اما بحث چگونگی مدیریت نیروها از در برابر دشمن از کلانترین پرسش ها است که چرا هموارا دشمن غلبه میکنه بر نیروهای امنیتی افغانستان، چرا هموارا دشمن تلاش میکنه تا برخه جغرافیا را بگیره. مثلا در فرا کلانترین فاجعه به پیش آمده بود، نزدیک به سقوط بود، اما با یک تفاوت بسیار کم از سقوط نجات پیدا کرد. خب ما برای شما بگوییم که نمیتونین در هر خانه هم استاد باشین و هر ولسوالی هم. همی علت اساسی هست که در بعضی جاها دهشت افغانان تهدیدات را زیادتر میسازن. ما سه هفته پیش هم و حتی در طول این سال درگیر بودیم با دشمن در ولایت فرا. ولی ولایت فرا وقتی که استخبارات ما این معلومات داد که امشب شهر فرا وضعیتش کاملا به تهدید کشانده میشه، ما قطعات خود به اونجا سرخ کردیم. مثلا کماندوهای ما از هرات هم آمد، کماندوهای ما از فرام در اونجا و اینا هم تحت قیمومیت شندن از نگاه وزلجهش هستن. کماندوی فرا هم مربوط شندن است و در شندن ما یک لوای بسیار بزرگی کماندو داریم و در تمام حوزه غرب افغانستان اینها مسئولیت دارند که اونجا فعالیت ها را سازماندهی بکنند که کردن. خب علت اساسی همیست که ما حدود 400 ولسوالی در افغانستان داریم و دشمن هم عملیات الخندق را اعلان کرده. استخبارات هم برای استخبارات پاکستان هم برای از یا گفته که باید شما به هر صورت و به هر امکانی که هست باید دستاورد داشته باشیم. اینها جنگ های گوریلایی و چریکی را از یک جا او را به جای دیگه و از جای دیگه به جای دیگه انتقال میتن. همین انتقال مشکل اساسی ماست. حالا شما شاید سوال پیدا شه وقتی که اونها این مشکل را میتونند که رفع بکنند شما چرا نمیکنید؟ ولی ما در اکثریت مناطق افغانستان امنیت را تامین داریم. فعلا مثلا در ولایت فاریاب جوزجان ما نسبت به دشمن قوی تر در اونجا عمل میکنیم و مردم طرفدار ما شدند. وایسا ایسا مردم افغانستان برخلاف دیدگاه شما دید بر این است که اکثریت مناطق طالبا و تروسا به دست داره و بحث گسترش دایره جنگ و بیشتر شدن جغرافی های جنگ به دست طالبان یکی از نگرانی ها است. گسترش جنگ این واقعیت است، ولی گرفتن اکثریت افغانستان از نگاه جغرافیایی و امنیتش مربوط وزارت دفاع و داخله و امنیت است و دولت در این مناطق حاکمیت قوی داره. اما با وجود از این هم تهدیدات زیاد است. تهدیدات ما برای شما بگم که همین حال هم در بادغیس، غور، فرا. اما آقای راتمنش بجز از یک یا دو ولایت که مثلا آسیب پذیری امنیتی نداره، در اکثر ولایت افغانستان شما میبینید که از طرف شب که دشمن حاکمیت خیلی زیاد داره، از طرف روز هم در اکثر ولایت افغانستان حاکمیت دشمن نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر از نسبت دولت افغانستان. این گپ مکانیکی است. نه، بر اساس آمارهایی که از طرف نهادهای بین المللی، سیگار و از طرف دیگر، ولی اساسا در جایی که ما هستیم، جایی که جنگ از دروج مقابله کردین و مقابله ما ادامه داره. شما ببینید در کندوز، در بلخ، فاریاب، جوزجان،
هلمند، بادغیس، غور، اورزگان، غزنی، درمی غزنی، شش اولسوالی زیر تهدید مستقیم بود و سباز. هر کس میگفت که امشب جغتوف سقوط میکنه، فردا اجرسان، پس فردا هم خاص اورزگان. اما در پرگاه سقوط هست برخی از نقاط. ببینید یکی آقای راتمنش، یکی سقوط مطلق است و یکی سقوط نسبیش. از لحاظ شما که ببینید برخی از نقاط افغانستان در چی است، تنها مراکز و دست ما برای شما اینطور میگم. اگر یک مرکز ولسوالی پیش ماست، ایره شما اطمینان داشته باشین که در شعای هزار متری و یا ای که در شعای که سلاح سنگین دشمن برسه، باز اونجا امنیت است. یعنی منظورم این هست که اگر شما بگویید که تنها تعمیر ولسوالی پیش شماست، ای از نگاه فیزیکی غلط، به خاطر عزیز که سلاح دوربرد دشمن که از هزار متر بیشتر میزنه. ولسوالی یک تعمیر و یک 4-5 کیلومتر نیست آقای راتمنش. خب منظورم این هست که در همه جایی که ما نیستیم دشمن نیست. دارم. ما در جایی که هستیم از ولسوالی مدافع میکنیم، به حمایت پلیس و امنیت هستیم. همین حال در ولسوالی مداغه که اونجا هم تهدیدات هست که جناب وکیل صاحب بیشتر از ما به اونجا معلومات دارن، ولی ما عملیات در اطراف واقجان، در بابوس، در منطقه شرفگان، در بین جنگل که نزدیک دریاست و حتی منطقه مس اینک را ما امنیت داریم. خب امین محمد آقا را که شما اشاره کردین در حدود 70% جغرافیای به دست نیروهای مخالف دولت است. این محاسبه شماست، ولی در محاسبه ما نظامی ها محاسبه دقیق. خب از آقای هر جایی که دشمن است و در اونجا تهدیدات است، ما اونجا حضور داریم. بنان یک همین جو ما اول در مورد آنچه که آقای راتمنش اشاره کرد در مورد محمد آقا مثال داد، مثلا شما فرمایید بعد از این که دلیلی که بیشتر نیروهای دشمن غلبه می، هرچند که آقای راتمنش گفت که نسبت دشمن ما بیشتر توانمند هستیم، آیا به این باور هستین که قوت نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به دشمن بیشتر باشه با توجه به این که جغرافیای جنگ بیشتر به دست نیروهای مخالف مسلح دولت است؟ ول میام سر رسولی محمد آقا لوگر گفتم بازار واقجان که از بازار هم مربوط ما میشد، هم رئیس جمهور است، هم رئیس امنیت ملی است. ما به شما خیلی به اطمینان برای شما بگم که در لوگر 90% امنیت موجود نیست. تمام بیش از 90% خاک فعلی لوگر مربوط مخالفین قرار دارد. حتی امنیت نسبی در سرک عمومی هم موجود نیست. از طرف روز مخالفین مبراید. حتی شما شاهد بودین چند هفته قبل که در خود بازار تنگی و در خود بازار واقجان که اردوی میلی پلیس هم وجود دارد، معاون ولایت به قتل میرسد، تور میشه ساعت 12 بجه روز. ما دیروز هم بازار واقجان رفته بودم نماز جمعه را. شما باور داشته باشین که مسئولین امنیتی به حدی در حراس بودن که هیچ پرسان نکنه. شما هدفی است که ما از خود ولسوالی هستیم، از خود ولایت لوگر هستیم، برای ما کاملا پیش مخالفین است. ولسوالی خروار ما کامل پیش مخالفین است. از در ما در 105% امنیتش پیش نیروی امنیتی موجود نیست. ولسوالی محمد آقا 90%ش مربوط مخالفین قرار داره. چرخ با کلی امنیت موجود نیست، تمامش پیش مخالفین است. فقط اگر ما بگیم ما تعمیر ولسوالی درست است، ولی بین که ما واقعتا را بدیم، نه تنها ولایت لوگر، ما به شما ولایت لوگر مثال دادم، در ولسوالی محمد آقا 3-4 روز میشد که به خاطر پروسه انتخابات آمده هستند که باید استیکر و تذکیره بگیرند. تا فیرن در 4 روز یک نفر آمده نشد که برای من استیکر نصب کنند به خاطر حراس از مخالفین. یعنی شما ببینید که تا حدی قریه ما که قریه بود که 100% امنیت موجود بود، ولی امروز در بلکلست آمده که در خود بازار وقت جان هست. البته امروز مردم جرات نداره که برای من استیکر نصب کنند. شما در تمام افغانستان ما از سناتورهای خود میشنیم، از اعضای شورای ملی میشنیم. ما از اولاد خود کاملا از نیروی امنیتی که معلومات بیشتر دارم و همچنان در تمام اولاد افغانستان امروز بیش از 70% ببخشید و به این موافق هستین که در دیگر نقاط افغانستان نیروهای امنیتی دست برتریت دارن نسبت به گروه های مخالف مسلح؟ نه خیر، ما به شما خیلی به اطمینان بگم گزارش سیگار ما با اونا موافق هستم. بیش از 70% خاک افغانستان امروز مربوط مخالفین است. مخالفین اونجا حاکمیت خود دارن. احترام که با جناسات داریم، جناسات مجبور مکلف است که از اداره خود دفاع بکنند، ولی ما باید واقعتا را بپذیریم، واقعتا را باید بگیم.
امروز در افغانستان بیش از 70% خاک افغانستان مربوط مخالفی قرار دارد. ولی موضوع انتخابات ما با شما خیلی به اطمینان میگم که در شرایط فعلی که است قطعا انتخابات ناکام بوده باشد، خواستم از حکومتی است که این پروسه را تمدید بکنن یا است که از انتخابات بر گذشت بکنن، به خاطر که هیچ یک ذره ما نمیبینیم من حیث معاون مجلس سنا افغانستان، از سناتورایی که میشنام، از مردمی که میشنام، هیچ کس اراده ندارد که بران در پروسه انتخابات استیکر نصب بکنن. و میمانه موضوع دیگه، مسائل عمده اساسی دیگه ای که است که اختلافات درونی ما را خیلی در بدر ساختند. امروز اپوزیسیون ما میرد در ترکیه، میرد اعلام حمایت میکنند در مقابل نظام، این خود به خود نیروی امنیتی و مورالش ضعیف میکند. امروز کرزی تو کرزی دادی روزا از امریکایی ها دفاع میکرد، امروز میره از چین از روسیه دفاع میکند، این خود به خود مسائلی است که مورال ضعیف تر میشود. یعنی به معنا خاص ما از مخالفین، از کسانی که اپوزیسیون هستند، این است که بین گفتگو هم بتیم ملت واحد بسازیم، در تمام ولایت افغانستان خیزش مردمی، قیام مردمی را بر قیام مردمی را در تمام افغانستان ایجاد بکنیم و صدای اول صدای سرای بالا بکنیم در پالوی از او قیام مردمی. متاسفانه این را هم ما بگویم که ملت قطعا امکان نیست با حکومت، یعنی ملت ما به حد تحت تاثیر مخالفین قرار گرفت، حتی صدای خود بلند نمیتونن، تا جای اونا معلومات به خاطر نیستن که اونا والیش، قماندانش، ولسوارش همه یک هدف مشترک دارن، میگن اگر ما کشته شویم شهید هستیم، اگر موفق شویم غازی هستیم. ولی برعکس در افغانستان در سکتور امنیتی ما، در ولایت ما قماندان اکثرا، یعنی ما بگیم کسانی که می جنگن ما با اونا احترام داریم. یعنی شما صراحتا میپذیرین که نیروهای مخالف مسلح دولت دست بالا داره نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان؟ امروز ما نه تنها بلکه سکتور امنیتی میره درک کردن، ایرا پای بردن، حتی زمانی که ما سکتور امنیتی ما با مقاماتش اونا با هم نشستای داریم، اونا ایرا میپذیرن که اونا از الف تا یا به یک مفکورج می جنگن. ولی متاسفانه که در افغانستان ما قطعا مفکوری نمی جنگیم، ما طور حالت قرار داریم که فکر بکنیم که ما باید خود نگاه بکنیم، یعنی به این معنی که احساس کمتر مسئولیت میکنیم. قماندانی که می جنگن ما به اونا احترام داریم، ولی بیشتر قربانی جنگ عسکر بودند، سرباز بودند، یعنی بیشتر اینا کسانی بودند، یک تعداد مسئولین ما اونا متوجه زدبندهای فساد گسترده از فساد در آشای سرباز بودند، در حتی در قاچاق مواد مخدر داشتند، در شاراها مواد گمرک ناشدنی. این مسائلی است که اونا بیشتر مسائل است که چطور بتن حتی کوشش دارن که در ولایتی که اونجا زدبندهای شخصی بیشتر بوده باشد، منافع بیشتر بوده باشد، منابع بیشتر باشد، باید خود تبدیل بکنن. امروز ببین در اکثر اداره ببین به خاطر دادن پول اونا از یک جا به دیگه تبدیل میشن، به خاطر چی؟ یعنی به خاطر فساد. ما فکر میکنیم که علت اساسی است بین که ما برف بابا بالای دیگران هستیم. ما نباید که ایران پاکستان، اول ما باید که اگر ما خود واحد بسازیم، خود متحد بسازیم و یک صدا و در پالوی از او. امروز به خاطر پروژه های کشور همسایه که میجنگه، کی ها میجنگه؟ افغان ها میجنگه، افغان های خود فروخته ای که از غلام هایی است که پروژه های کشور همسایه تطبیق میکنه. یعنی به این معنی که ما باید گله از افغان ها داشته باشیم، از افغان هایی که اونا غلام هستن به خاطر بیگانه ها میجنگن، نیست که ما اونا رو قصر بزنیم. تشکر آقای مجاهد. اصلا شما در مورد ضعف جنگی افغانستان اشاره کردین، اما اگه امکانات دشمن سنجیده شود، این طرف امکانات نیروهای امنیتی افغانستان سنجیده شود، شما میبینید که نیروهای امنیتی ما قوای هوایی داره، بس تجهیزات نظامی مجهز داره، اما اون طرف دشمن است که از امکانات بسیار بلند برخوردار نیست، جغرافیای بیشتر جنگ هم به دست داره. دلیلی که دشمن دست بالا داره نسبت به حکومت افغانستان در میدان جنگ و جغرافیای بیشتر، بر اساس آمار که برای آقای راتمنش اشاره کردم، نهادهای بین المللی با ویژه سیگار نشر کرده، دلیل چی است؟ اراده قوی. دشمن اراده قوی داره، اتفاق داره، یک پرده ملای بتولا از پاکستان، از کویتا یا از هر نقطه پاکستان که بتا در قندوز، در فاریاب، در هر جای میچله، تو و امر وزیر دفاع تا ببر در پایامش نمیچله. یک پرده ملا هیبت الله در نامش نقطه افغانستان که بگوی اموجا میچله، اما امر وزیر داخلی تو در شعبه پایامش نمیچله. او حاضر است خود قربانی میکنه، واسکت انتیاری رو میپوشه، خوب میدانه که من میمرم، میاد قربانی میکنه. از ما و تو بیادر تا بگاه دقیقه میزی است که حزبی هستی، جمعیتی هستی، بیا فلانی تنظیم هستی، فلان گروه هستی، فلان قوم هستی، فلان زبان هستی،
اختلافات قومی را ما دامن میزنیم، اختلافات مذهبی را ما دامن میزنیم، اختلافات سیاسی را ما دامن میزنیم. پول بادآورده که از خون ملت افغانستان امی بزرگای سیاسی ما پیدا کرده، به ایوازی که باسایش و آرامش ملتش مصرف بکنن تا بیگاه در پایزدان یکی دیگه خود مصرف نمیکنن، ما نمیبینیم. اختلافات بین پارلمان افغانستان نمیبینیم، به احترامی که با مهندس مجلس سنا دارم، اختلافات در بین مجلس سنای تا نمیبینین، در درون حکومت تا نمیبینین. معاون رئیس جمهور با رئیس جمهور جور نیست، معاون ریاست اجرایی با رئیس اجرایی جور نیست، رئیس اجرایی با رئیس جمهور جور نیست. چطور تو میتونی جنگ بدون شک اختلاف سیاسی که در داخل وجود داره، این سر روی سرباز هم تاثیر میکنه، سر روی پرسنل هم تاثیر میکنه. اونا اختلاف ندارن، اونا چی میگن؟ ما میگه کامیاب هستیم. امیانه برو به کوچکترین ولسوالی افغانستان، او قمندان داره، قمندان خطه منتظره داره، ولسوال داره، والی داره، محکمه داره، رئیس سارنوالی داره، قاضی داره. از شما کجاست؟ برن در اکثر ولایات افغانستان قاضی فعال نیست. برعکس حرف شما آقای راتمنجی گفت که در بخت نقاط ولایت در ولایت شمال افغانستان یا برتریت دارند، در مورد دشمن بیشتر دست بالا دارند و دشمن میتونه سرکوب کنه، گفت که عملا ما حضور داریم در مقابل دشمن. ما گپ جناب برات نمی کنم. بدون شک نیروهای امنیتی افغانستان که تصمیم گرفته در جایی که خواسته او را گرفتن. شما تورا بورا را ده سال هیچ حکومتی نگرفته بود، این نیروهای امنیتی تو گرفت. ده این شک من ندارم، نیروی امنیتی افغانستان که اقدام بکنه هر نقطه ایره که بخواه او را میگیره، ولی در نگاه کردنش مشکل داره، در نگهداری و در امنیتش و در ارائه خدماتش مشکل داره، در خدمات به مردم ارائه کرده نمیتونه. ما بمبارد میکنیم، چهاردره را گرفتیم، زحمت کشیدیم، مردم مهاجر شد، گرفتن چهاردره هیچ مشکلی نبود، گرفتیم. وقتی زمانی که ما پس اعلام کردیم یک سال بعد پس دشمن آمده را گرفت، هم مردم ما تلف شد، هم زایات دادیم، هم مصرف کردیم، هم دیگه کردیم. اینجا بس جنگ افغانستان به این معنا تنها نیست که ما کجا چه قوی هستیم. بدون شک این خو یک قوت است، یک حکومت است، وزارت دفاع داره، وزارت داخله داره، ریاست عمومی امنیت ملی داره، 48 کشور ناتو در از ایالات متحده آمریکا حمایتش میکنه، تانک میتیش، توپ میتیش، طیاره میتیش. او را خو تنها ما تو با پاکستان مرتبط میداریم، تنها با ایران مرتبط میدانیم، ولی اوتور هم نیست، با اونا هم میته. همین گپی که همین تو کشورهایی هست که با ما اوتو هم اما امکانات میته، با روزونا هم میته. تشکر. ایران باید بپذیریم. اول در مورد حرفای آقای صدیقی بفرماین، بعد در مورد اظهارات آقای مجاهد. در مورد گپای آقای صدیقی هم میگم که اینها نماینده مردم ولایت لوگر هستند، باید اینها پای پیش بگذارن برای کسایی که موکلینشان است، برای ازو بفهمونند که وضعیت از چی قرار است، چون نماینده هستند و در همین جا با پهلوی ما هستند. باید اینا گله گذاری نکنند، باید عملا دست به اقداماتی بزنند که مؤثر باشه در منطقه. خب درست است که نقش از یا مؤثر است، اما بس جنگ افغانستان با پیمانی پیچیده شده که از توانمندی اینها خارج است. از توانمندی همه خارج نیست. ایره متوجه باشین که اگر نماینده های ولیسی جرگه و مشران جرگه و کسای دیگه مثل جناب مجاهد صاحب ما همه دست به هم بتین، درست است گشنگی در افغانستان است، مشکلات هست، بیاین با همه مبارزه بکنین، با مردم خود حقایق را بگوین و یقینا که تروریسا و دهشت افغانان به درد افغانستان نمیخورن. نه، یک مشکل وجود داره آقای راتمنش، فرق بین واقعیت و آنچه که حکومت افغانستان نهادهای امنیتی افغانستان ارائه میکنه. مثلا شما گفتین که در یکی از ولسوالی های لوگر اشاره کردین، گفتین که امنیت وجود داره، اما آقای صدیقی گفت که 90% وجود نداره. قطارهای ما چطور میرده اونجا؟ بسیار به خوبی ما میرن به گردیز و پس میان، این خوست میرن پس میان، ولی یک چیز دیگه ما نه بس رفتن قطار راه حل نیست، قطار که با کدابیر شدید امنیتی در شورای عمومی میره. ولسوال هست؟ بله هست. قانون و حاکمیت و این چیزها همه از خود مسئولین داره. من یک چیز دیگه بر شما بگم که جناب آقای مجاهد گفتن که امر مولای بتولا از کجا تا کجا میچله. نه، اینطور نیست. همین حال مولوی عبدالحکیم که قاضی شان از برش گفته که جنگی که شما میکنین بر علی دولت افغانستان جنگ ناحق است، و ما همینطور خبر دارم که در بین از او 20 گروپ دیگه جور شده و مولا عبدالمنان گپایشان رو نمیشنوه، گوش نمیکنه. همین فعلا بین از او هم بیتفاقی هست. اونا میدانند که جنگ در افغانستان جنگ بیهوده است که اونا انجام میتن، به تحت رهبری استخبارات است که او استخبارات نه او را خوش داره، نه ما را و نه هم افغانستان ره. بنابراین بهترش همی است که مردم همونطور که جناب صدیقی صاحب گفتن همه گرده هم بیاین،
به دور نیروهای دفاعی افغانستان، چون نیروهای دفاعی افغانستان فقط به خاطر حفظ منافع ملی، حاکمیت ملی مبارزه و جنگ میکنه، جمع شوین فرزندای مردم افغانستان که در این نیروها هست، همه به معنای عزیز که اینا واقعا میخوان که در افغانستان صلح بیاید، که افغانستان در مسیر انکشاف قرار بگیره. بنان پیام با مردم افغانستانی هست که دولت از خود قوانین داره، مکتب داره، عموم متخصصین داره، همه چیزی که دیگه هست داره، میخواد که در افغانستان پیشرفت شود، در افغانستان ترقی و انکشاف به وجود بیاید. ولی در اینجا واقعا کسایی که مفسد هستند بر علیه دولت ما بعضی فعالیت های میکنند و کسایی هستند که در اینجا با دشت افغانان روابطی دارند و کسایی هم هستند که نمیخواهند افغانستان به قیام برسه و کسایی هم هستند که در افغانستان وظیفه دارند که افغانستان را به همین شکل به جنگ نگاه بکنند. بنابراین همه اینها شناسایی میشه، شناسایی شده، همین اکنون دوسیه‌هایشان به سارون ولی و به محکمه هست. باید ما بدانیم که تروریست ها و دهشت افغانان به حمایه خارجی ها در افغانستان فعالیت میکنند. نباید با اینها کرنش شود. ما برای شما بگم همین کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، بدخشان و بعضی مناطق دیگه مثل حتی مثل قندهار، هلمند، اینها فیصدی هست که اینا به 85% خود میرسانه که اینا تحت حاکمیت دولت هستن. بنان دل خود نیندازین، حاکمیت دولت زیاد است و ما برای از اینکه جنگ بر حق را بر علیه خارجی هایی که اونا تروریست هستن راه اندازی کردین، ما موفق میشیم. در نهایت راهکار مؤثر برای مدیریت، بهتر شدن مدیریت جنگ در برابر گروه های تروریستی در افغانستان چی است؟ تا بنبست جنگ بشکند و نیروهای امنیتی نسبت به نیروهای مخالف مسلح دولت و یا گروه های تروریستی دست بالا پیدا بکنه. برمان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمونه میپرسم. بفرمایید آقای مجاهد. جنگ افغانستان به نفع هیچ کس نیست. این باید بپذیریم که جنگ ما نمیتونیم. هیچ کدامش نمیبره. ما به جنگ نه طالب یا مخالف دولت افغانستان به هیچ صورت ایره بدانم، به صفت یک کوچک افغان برشان میگیم که شما دیگه از طریق جنگ امارات اسلامی در افغانستان جور کده نمیتونید. حکومت افغانستان هم پیشنهاد ما برازی است که با کشتار تمام افغان ها یا مخالفین تان شما نمیتونید پیروز شوید. نه امریکای جنگ میبرن. بیاین ما ملت افغانستان اتفاق بکنیم، اتحاد بکنیم، برادری بکنیم و به جنگ نبگوییم، یک دست واحد شویم. ولی در پالویش پیشنهاد ما به نیروهای امنیتی و در جنرال صاحب شتگی است ای است که شما در مدیریت جنگتان تغییر بیارید. ما ضرورت داریم نیروهای امنیتی ما از لحاظ کمیت و کیفیت اضافه شود. ما گروه های تروریستی از دیجه در افغانستان که به این صورت با افغان ها جور نمیان. اونا از کشورهای خودشان متواری هستند و آمدن اینجا افغان ها را میکشند. اونا باید کوبیده شوند. در این کوبیدنش باید به مدیریت ما تغییر بیاید. نیروهای امنیتی ما از لحاظ کمیت و کیفیت بالا برده شود. تشکر آقای صدیقی، بفرمایید شما. با فکر میگیم که یگانه راه بیرون رفت مایی خود باشد که ما چطور بتانیم که امانگی خوب ایجاد بکنیم بین نیروی امنیتی ما و در پالیو از او از بین بردن فساد گسترده ای که فعلا موجود است. این موضوع خیلی مهم است و فاصله هایی که بین حکومت و ملت است ایره کمتر بسازیم، زمینه کار برای جوان ها مساعد بسازیم و در پالیو از او خواست ما از تمام اپوزیسیون، از تمام اعضا بیا است که دست به دست هم بتیم. کار دستخوان رسیدد، بدیل از این نظام طالب داعش است. پس بنابری ما شما سوال یک کشتی هستیم، بین کشتی رو به ساحل برساریم، دست به دست هم بتایم و از این نظام حمایت بکنیم. نباید که ما در دیام فریب کشورهای بیگانه ها را بخوریم و برای بیگانه ها ما باید کار بکنیم ولو که هر کس بوده باشه. امیدوار از این هستیم که ما یک هنوز احساس ملی در مورد کشور ما داشته باشیم. این به ما خیلی خوبتر بوده باشد، منافع ملی را ترجیح بدیم نظر به منابع شخصی. تشکر آقای راتمنش، بفرمایید. کوتاه ما ایره میگم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان دو گزینه را همیشه برای مخالفین پیشنهاد کرده: صلح، مذاکره پشت میز و جنگ. اگر مذاکره میکنند، اگر هر کسی که در افغانستان ادعای ایره داره که ما اکثریت هستیم و ایتور هستیم، بیاید در انتخابات ولیسی جرگه، مشران جرگه، ریاست جمهوری، حزب خود، همه چیز در کابل ادارهش دگهش باز بکنه، بین مردم کار بکنه. اگر پرستیج و امو کرکتر ایره داشت که مردم افغانستان او را قبول کنند، برش رای میتن. از راه جنگ چنانچه جناب مجاهد صاحب گفتن هیچ پیروزی نصیب هیچ کسی نمیشه، فقط صلح و
کار سیاسی و در افغانستان داشتن بیز اجتماعی. این میتوانه انسان را به اهدافی که داره برسانه. اگر طالب است، اگر هر کسی هست، بهترین راه مذاکره و صلح است و از راه سیاسی رسیدن به خدمتگذاری به مردم. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما هم تشکر بنده عزیز. تا بعد، خدا نگهدار.